به نام خداوند بزرگ به خبرهای این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. امروز شنبه 21 سرطان 1399 خورشیدی است که برابر می شود به 11 جولای 2020 میلادی. نخست هم سرخط چند خبر مهم. کشته و زخمی شدن 10 فرد ملکی در اثر انفجار در یک ماه در جوزجان. کشته و زخمی شدن 3 تن از افراد طالبان در ولایت سمنگان. و هشدار روسیه درباره رویارویی هسته‌ای در جهان. مشروع خبرها با من محمود رسولی. در یک ماه اخیر 9 تن از افراد ملکی در ولایت جوزجان در اثر انفجار ماین جان باختند. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید که در ماه جاری در این ولایت در اثر انفجار ماین 9 تن از افراد ملکی به شمول کودکان و زنان جان باخته و یک تن دیگر نیز زخم برداشت است. در یک ماه اخیر 9 تن از افراد ملکی در ولایت جوزجان در اثر انفجار ماین جان باختند. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی ولایت جوزجان میگوید ماه سرطان در ولایت جوزجان مرگبارترین ماه برای افراد ملکی بوده است که تنها در اثر انفجار ماین در این ولایت 9 تن از افراد ملکی به شمول کودکان و زنان جان باخته و یک تن زخم برداشته است. در طول یک ماه گذشته گروه طالبان چندین حلقه ماین را در ولسوالی ها و در کنار جاده ها جا بجا کردن تا افراد ملکی را مورد هدف قرار بدن که متاسفانه 3 حلقه ماین ازی انفجار کرد در دو ولسوالی ما که متاسفانه 9 نفر از افراد ملکی در 3 انفجار ماین جان باختند و یک نفرشان زخم برداشت که فعلا وضعیت زخمی بهتر است. به گفته سخنگوی والی این ولایت در ماهای گذشته سال روان شاهد این چنین رویداد نبوده، اما اگر بوده هم به پیمانه محدودی بوده است. ما آمار داشتیم در ماهای گذشته ماینهای کنار جاده که انفجار کرده بود، ولی متاسفانه به این اندازه آمار بیشتر نداشتیم، ولی در ماه سرطان آمار ما بیشتر نسبت به ماهای گذشته بوده. که او افزود در دو رویداد جداگانه در ولسوالی مینگجک و در یک رویداد در ولسوالی مردیان 5 کودک، 2 خانم و 2 مرد جان باخته و یک پسر جوان زخم برداشته است. به گفته او این ماین ها از سوی گروه طالبان به منظور آماج قرار دادن نیروهای امنیتی جاسازی گردیده بود که افراد ملکی قربانی این رویدادها شده است. اما گروه طالبان با ماین گذاشتنشان در کنار جاده همواره افراد ملکی را مورد هدف قرار دادن و تلفات سنگین را به افراد ملکی متقبل ساختن و به نحوی اما خواستهایشان را از طریق تخریبات و از طریق انتحار و انفجار برای مردم قبلانده. اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. در یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت غزنی 8 تن از افراد طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید که گروه طالبان در ولسوالی اندرین ولایت بالای پوستهای نیروهای امنیتی حمله کردند که در اثر درگیری 8 تن از افراد طالبان کشته شده است. گفته می شود که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. 8 تن از گروه طالبان در ولایت غزنی در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کشته شده است. در خبرنامه‌ای که وزارت دفاع ملی پخش نموده آمده است، گروه طالبان روز گذشته بر بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت غزنی حمله نموده بودند که این حملات گروه طالبان بعد از وقوع یک درگیری و متقبل شدن تلفات و شکست مواجه شده است. در خبرنامه آمده است در
درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ساحه ابو قلعه ولسوالی اندر این ولایت صورت گرفته است که در نتیجه آن 8 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است. خبرنامه می افزاید در درگیری ولایت غزنی میان طرفین به افراد ملکی و نیروهای امنیتی هیچ نوع آسیبی نرسیده است، اما گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته شدن افرادشان در رویداد ولایت غزنی چیزی به رسانه ها نگفتند. در نتیجه یک درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت سمنگان 3 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. خلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامی گفته است که گروه طالبان در قریه ازبک پریده در ولسوالی دره صبح پایین ولایت سمنگان بالای نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 2 تن از افراد طالبان کشته شده و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت سمنگان 3 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید گروه طالبان شب گذشته بالای نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی در اصوف پایین ولایت سمنگان حمله نمودند که با مقاومت سخت نیروهای امنیتی مواجه شده و اصلاح متواری گردیده است. این خبرنامه می افزاید در نتیجه درگیری 2 تن از افراد طالبان کشته و 1 تن دیگرشان جراحت برداشته است. با قول از این خبرنامه در این درگیری به نیروهای امنیتی و مردم ملکی هیچ گونه آسیب نرسیده است. گروه طالبان تاکنون در رابطه به این رویداد چیزی به رسانه ها نگفته است. گفتنی است ولایت سمنگان از جمله ولایات نسبتا ناامن به شمار می رود که گروه طالبان از نقاط مختلف بالای نیروهای امنیتی در این ولایت حمله می کنند و درگیری هایی که در اثر این عملات رخ می دهد به دو طرف درگیر نیز تلفات وارد می شود. در یک درگیری نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت اورزگان 10 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید که گروه طالبان در قریه چیناب ترینکوت بالای نیروهای امنیتی حمله کردند که در اثر درگیری 7 تن از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. 10 تن از افراد گروه طالبان در اورزگان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه می گوید شب گذشته گروه طالبان بالای نیروهای امنیتی در ولایت اورزگان حمله کرده بودند که در نتیجه این رویداد 7 تن از افراد گروه طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است. در این خبرنامه آمده است این رویداد در قریه چیناب در مربوطات ترینکوت اتفاق افتاده است، اما در این رویداد به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده که در حال حاضر احتمال یک رویارویی هسته‌ای در جهان به طور جدی افزایش یافته است. آقای لاروف روز گذشته در یک ویدیو کنفرانس در مسکو آنلاین شرکت داشت. وزیر خارجه روسیه گفته است قبول دارم که خطرات رویارویی هسته‌ای اخیراً در جهان افزایش یافته است و وضعیت امنیتی جهانی و ثبات استراتژیک رو به نابودی است. آقای لاروف می گوید امریکا می خواهد بدتری جهانی را به دست بیاورد و در آنچه که آنها رقابت بین قدرت های بزرگ می نامد پیروز شوند. روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید یک ساله ارسال کمک‌های انسان دوستانه از دو گذرگاه مرزی ترکیه به سوریه را اوتو کردند. دیپلمات ها می گویند تلاش ها برای یافتن راه حل ادامه دارد و طرفین امیدوارند بتوانند در زمینه ارسال کمک به سوریه به تفاهمی برسند. میلیون ها سوری عمدتاً در مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غربی سوریه به کمک های ارسالی نیازمند هستند. روسیه می گوید کمک های ارسالی باید در اختیار دولت سوریه قرار گیرد و آنها این کمک ها را پخش کنند.
و نیز ایتالیا برای نخستین بار سیلبندهای سیار را به آب انداخت. سیستمی که متشکل از 78 سیلبند سیار از سالها بود که در دست ساخت بود و بارها به علل مختلف از جمله فساد مالی متوقف شده بود. طراحی این سیستم به دهه 80 میلادی باز می‌گردد و هدف آن جلوگیری از بالا رفتن سطح آب در شهر تاریخی و توریستی ونیز است. ونیز در ماه نوامبر سال گذشته با بدترین سیل یک قرن گذشته خود مواجه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرمان تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد را امضا کرد. موزه ایاصوفیه که قبلا مسجد بوده یکی از مهمترین بناهای تاریخی ترکیه است که سال گذشته میلادی 3,700,000 بازدید کننده داشته است. دادگاهی در استانبول حکم داده بود که این بنا همیشه مسجد بوده و نباید به موزه تغییر کاربری میداده است. خبرهای ورزشی این ساعت را با همکارم احسام دین ایدری دنبال کنید. به خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. آمریکا اعلام کرد که دومین تیم را هم به دلیل نگرانی از بابت شیوع ویروس کرونا از شرکت در لیگ MLS کنار گذاشته است. آمریکا میگوید که بعد از اعلام مثبت شدن چند آزمایش کرونایی بازیکنان تیم فوتبال نشویل، این تیم را از شرکت در لیگ MLS کنار گذاشته است. این در حالی است که تیم نشویل قرار بود با تاریخ 8 جولای به مسافه شیکاگو فایر برود. دان گاربر کمیسیونر لیگ MLS در مورد به خبرنگاران گفت علت این حذف مثبت شدن چند آزمایش کرونا در این تیم بود. ما در نهایت با توجه به سلامت بازیکنان، کادر فنی و داوران درباره زمان بازگشت این تیم در رقابت‌ها تصمیم خواهیم گرفت. دیدارهای هفته 35 لالیگا بامداد امروز شنبه با برگزاری یک دیدار به پایان رسید که در آن تیم فوتبال ریال مادرید مهمان خود آلاوس رده 17 را با نتیجه 2-0 شکست داد. کریم بنزما در دقیقه 11 از روی نقطه پنالتی و مارکو آسنسیو در دقیقه 50 گل‌های 24 برد این فصل ریال مادرید را به ثمر رساندند. تا حاشیه امنیت 4 امتیازی این تیم در صدر جدول در فاصله 3 هفته با پایان رقابت ها حفظ شود. آلاوس هم با 35 امتیاز در رده 17 جدول باقی ماند. با گزارش از خبرگزاری تسنیم اتحادیه فوتبال اروپا، دیروز قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را در مقر خود یعنی در شهر نیون سوئیس و با برقراری ویدیو کنفرانس با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر در رقابت‌ها انجام داد. اگرچه هنوز بعضی از بازی‌های دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار نشده‌اند، بارسلونا با ناپولی، یوونتوس با لیون، منچستر سیتی با ریال مادرید، بایرن مونیخ با چلسی یوفا قرعه‌کشی مرحله بعد را انجام داده است تا تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد رقبای خود را بشناسند. بازی‌های باقی مانده از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا روزهای 7 و 8 آگوست برگزار خواهند شد. بال هم به وضعیت‌ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموع خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد. بدرود.